در پی اعدام جنایتکارانه حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی مامدی، دو زندانی سیاسی کرد به دست دشخیمان خامنه ای، رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به محکومیت بین المللی این جنایات وحشیانه فراخوان داد و خواستار ارجاع پرونده نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد و قرار گرفتن سردمداران رژیم در مقابل عدالت به خاطر جنایت علیه بشریت شد. در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت در این باره آمده است: خانم مریم رجوی جامعه جهانی را به محکومیت قاطع این اعدام‌ها فراخواند و گفت سکوت و بیعملی در مقابل شمار فزاینده اعدام‌ها که از زمان انتخاب رئیس جمهور جدید رژیم آخوندی از 270 مورد گذشته کمک به این رژیم قرون وسطایی در استمرار و تشدید جنایاتش خواهد بود. تلویزیون العربیه گزارش داد شرایط انفجاری ناشی از خفقان قومی و مذهبی در ایران با کشته شدن نظامیان رژیم ایران در بلوچستان و پاسخ حکومت تهران از طریق اعدام شتاب زده زندانیان سرباز کرده است. این تلویزیون گفت رژیم ایران در انتقام کشته شدن نیروهای پاسدار در مرز بین ایران و پاکستان 16 شورشی را که در زندان زاهدان در بند بودند اعدام کرد. این انتقام رژیم ایران در حالی بود که نمی‌دانست عملیات توسط چه کسانی صورت گرفته است و صرفاً خبرگزاری فارس به نقل از دادستان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که شورشیان از گروه‌های مخالف رژیم ایران بودند. العربیه افسود این درگیری‌ها در یک منطقه کوهستانی سخت صورت گرفت که شورشیان مسلح بنا به گفته خبرگزاری رژیم ایران در آنجا مستقر هستند. این منطقه به داشتن تاریخی از ناآرامی شناخته می شود و اهالی آن بلوچ و سنی هستند و در سالهای اخیر صحنه عملیات نیروهای مسلحی بوده است که می گویند علیه ظلم مذهبی و سیاسی که اقلیت سنی از آن رنج می برد با رژیم ایران می جنگند. این تلویزیون گفت کشته شدن نظامیان رژیم ایران و پاسخ انتقام جویانه رژیم تهران با اعدام شورشیان زندانی حاکی از سرباز کردن شرایط انفجاری ناشی از سرکوب و اختناق قومی و مذهبی است. رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها گفت عربستان سعودی به رژیم ایران مانند یک مار حساس است. کلیفورد می طی مقاله‌ای که در روزنامه بوستون هرالد منتشر شد نوشت سعودی‌ها به رژیم ایران به مانند دیدن مار حساسند و اکنون از دولت اوباما عصبانی هستند. دلایل آن هم بی‌عملی آمریکا بر سر بحران سوریه و رژیم ایران است. سعودی‌ها می‌دانند حکام تهران چه مصلحت‌گرا و چه تندرو همه یکسانند و بر این باورند که رژیم ایران قصد دارد با دستیابی به بمب اتمی در خاورمیانه سلطه یابد. رئیس بنیاد دموکراسی ها که بر امور امنیتی متمرکز است به نقل از روزنامه نیویورکر و یک جنرال آمریکایی در مورد فعالیت های نیروی قدس سپاه پاسداران خاطر نشان کرد. جنرال استنلی مک‌کریستال که در سال 2004 فرمانده عملیات‌های مشترک ویژه بود گفت ما می‌دانستیم تمامی کارخانه‌های بمب کنار جاده‌ای که وارد عراق شده بود در ایران می‌باشد. کلیفورد مید اضافه کرد سال‌ها پیش سعودی‌ها به واشنگتن فشار آوردند که دست به اقدامی قاطع علیه رژیم ایران زده و تأسیسات تسلیحات اتمی آن را از بین ببرد و سر مار را بزند. سفیر سعودی به وضوح این کلمه را به کار برد. اکنون نیز دوباره سعودی ها نکته ای را مطرح می کنند. تلویزیون فاکس نیوز طی گزارشی در مورد نزدیک شدن رژیم آخوندی به بمب اتمی گفت بیشترین نکته ای که کارشناسان بران تاکید دارند این است که در سال 2012 تعداد 12,000 سانتریفیوژ در تأسیسات غنیسازی رژیم ایران آماده کار بودند، ولی اکنون این شمار به 19,000 رسیده است.
لذا زمانبندی که گفته می شود یک ماه شش ماه نیز زیاد دور نیست و بسیار هشدار دهنده است. ما می دانیم در حالی که دولت اوباما و غرب در تلاش برای مذاکره با رژیم ایران هستند، همزمان سانتریفیوژها در حال چرخشند و همزمان فشار توسط سناتورها برای تشدید تحریمها وجود دارد، زیرا آنها استدلال می کنند رژیم ایران از پوش مذاکرات برای گذراندن زمان استفاده می کند تا دوباره از این فرصت برای نزدیکتر شدن به تسلیحات اتمی استفاده کند.